تأثیرات آلودگی بر صحت و اضراران موضوع بحث ما با مهمان این ساعت استودیوی کابل است. دکتر سید حمید سادات متخصص امراض داخله با ما هستند. دکتر صاحب سلام، تشکر از حضورتان در برنامه. آلودگی هوا تا چی حد تأثیرات مستقیم و یا دراز مدت بر سلامتی مردم دارن؟ سلام خدمت شما و تمام بیننده عزیز تلویزیون آشنای صدای آمریکا. آلودگی هوا، قبل از اینکه ما به مبحث اضرار آلودگی هوا بپردازیم، قبل از میپردازیم به اینکه آلودگی هوا اصلا چی است. آلودگی هوا عموما موجودات ذرات مضر و غیر مفید است که در ترکیب هوا ناشی از فعالیت های بشری ایجاد میشه، مانند گازهای مضر، کربن دی اکساید، کربن مون اکساید، امثال اینها و یا مواد عضوی و غیر عضوی و مواد فیزیکی که در ترکیب هوا ناشی از فعالیت های بشری میتونه ایجاد بشه. بله، عموما آلودگی هوا میتونه امراض مختلف تنفسی، امراض قلبی، سرطان های شش و سایر امراض ریوی و امراض عصبی و امراض جلدی مختلف را در نزد اقشار مختلف جامعه در تمام سنین به بار بیاره. خب دکتر صاحب، شما از اضرارش گفتین، میشه مشخصا بگوین که چه تاثیرات دراز مدت میتونه روی کودکان و سالمندان داشته باشه؟ خب سالمندان و کودکان به علت پایین بودن معافیتشان و به علت از اینکه اینا زیادتر مصاب به امراض میشن، به علت پایین بودن معافیت اینا زیادتر مورد آسیب قرار میگیرن و امراض مختلف تنفسی مثل سی او پی دی که یکی از شایع‌ترین امراض ای فصل است و در ای فصل زیاد شیوع داره. ما خود ما در شفاخانه که خودم کار میکنم در کابل، در شفاخانه روزانه ما صدها مریض را از این قبیل واقعات تنفسی را میگیریم که مصاب به سینه و بغل، مصاب به برانشیت، مصاب به التهاب بالون و امثال اینها مراجعه میکنن و اینا اغلب ناشی از آلودگی هوا است که اقشار مختلف جامعه به اون مصاب میشه. خب اگر دکتر صاحب درباره وقایعش یک مقدار برای بینندگان ما بگوین، چه تدابیر را باید در داخل خانه و همچنان بیرون از خانه در محیط کار باید برای حفظ صحت خود داشته باشند؟ عموما واقعات ازی در تمام کشورها وجود داره، ولی زیادتری جلوگیری میشه از آلودگی هوا. مثلا زیادترین واقعات آلودگی هوا در هندوستان زیادتر از در چین، ولی اونا زیادتر پیشگیری میکنن، ولی در افغانستان متاسفانه چنین چیزی نیست. زیادتر آلودگی هوا ناشی از فعالیت های بشری است و فعالیت های بشری هم به شکل عموما غیر معقولش، مثلا مواد سوختشان که در فابریکجات، در پارکای صنعتی، در فعالیت های صنعتی، در گرم ساختن منازل و ساحات رهایشی و شهرک های رهایشی استفاده میکنن، اینا درست نیست. خب کارهای ابتدایی که ما میتونیم بکنیم، هم میتونیم در سطوح شهری، وظیفه دولت است که جلوگیری بکنه از آلودگی هوا و عواملی که سبب آلودگی هوا میشه اونا را جدا مورد ارزیابی قرار بده و مواد سوخت بی کیفیتی که به بازار عرضه میشه و اینا استفاده میکنن به علت پایین بودن قیمت، از اینا جلوگیری بکنن که خوشبختانه در اواخر دولت افغانستان هم به خاطر جلوگیری از آلودگی هوا اقدامات رو روی دست گرفته. ما چند روز پیش شاهد ازی بودیم که معین صاحبان محترم وزارت داخله، وزارت صحت عامه و چندین وزارت دیگه با هم یک جا چندین فابریکا و چندین هتل را بند کردن به علت نامناسب بودن مواد سوختیشان. و دکتر صاحب، خود پالی اقدامات در داخل منازل چی بکنن مردم در محیط کار خود؟ در محیط کار خود فقط استفاده از مواد سوخت با کیفیت. حد بهترین انرژی که به خاطر گرم ساختن منازل امثال اینها رعایت میکنن، این فقط استفاده از انرژی برق است، گرچه غیر اقتصادی تمام میشه برای فامیلا، ولی از این استفاده بکنن و از مواد سوختی استفاده بکنن که اینا یعنی آلودگی زا نیست و هوا را آلوده نمیسازه. مثلا در منازل
استفاده به خاطر گرم ساختن منازل از رابر و پلاستیک امثال اینها، اینا میتونن جدا آلودگی تولید بکنه و بالاخره آلودگی داخل منزل یا این هاوس پولوشن ایجاد بکنه. پس به این اساس این میتونن که و در پولی از او گرم نگه داشتن و دور نگه داشتن اطفال و بزرگ سال از امتانات و امراض تنفسی که در این فصل شیوع داره. بله دکتر صاحب، تشکر از توضیحاتی که در این باره با بینندگان ما شریک ساختین. وقتتان خوش.